در ویدئوی قبلی درباره آریا باهاتون صحبت کردم. این پسر با اینکه خودش میگه من هیچ چیزی توی این دنیا کم نداشتم، ولی یک خلأ عظیمی رو در درون خودش احساس میکرد. و من میخوام توی این کتاب به دخترها بگم که اگر شما با پسری ملاقات کردید که از نظر شما یک پسر و تنب و طلب یا خوشگذرانه، این پسر داره میگرده دنبال اون جفت روحی خودش و با شما وارد رابطه میشه، ولی تو نیستی و مجبوره که این رابطه رو به دیگری تغییر بده. اما اگر بیاد خودش رو بشناسه یا بتونه به اون رشد و آگاهی در درون خودش برسه و یک سری افکار درست رو پرورش بده، نیازی نیست که این همه درد و رنج رو تحمل کنه. فکر نکنید برای پسرها و مردان ما هم آسونه که هر بار با کسی باشن. درسته که من توی کتابم آیا شمع زندگیتان هنوز روشن است در مورد خصوصیت مردان و زنان که چقدر متفاوت با هم هستن صحبت کردم، اما این مربوط به غرایز هست. جایی که غرایز از غرایز انسانها عبور کنن و به بعد معنویشون برسن، نیازی ندارن که اون غرایز رو زندگی کنن. من بسیار دیدم مردانی که معصومانه عشق رو جستجو میکنن بدون اینکه خودشون رو در معرض آزمایش ها و ارتباط هایی قرار بده که تکه تکه و پاره پاره بشه. برای زنان هم پیشنهاد میکنم که در افکار خودشون بازنگری داشته باشن. ونوس در مرحله هست که اومده به ما نشون بده که ما چند چند هستیم با خودمون، با ارتباطمون. اگر توی یک رابطه هستی که داری درد میکشی، این رابطه قطعاً توی این تایمی که ونوس برگشتی هست تکلیفش مشخص میشه، یا تغییر میکنید یا اینکه باید مسیرتون رو از همدیگه جدا کنید. و اگر توی ارتباطی هستید که ترس ها اجازه نمیده به هم نزدیک بشید، باز هم این ونوس به شما کمک میکنه تا شجاعانه از اون مرزها، از ترس هاتون و از تمام الگوهای تکراری عبور کنید و اون زن یا اون مرد رو تعمیم ندید به ارتباطهای قبلیتون و بدونید که این یک ارتباط جدید هست، یک تجربه جدیدی هست و باید با من جدید خودتون وارد اون ارتباط بشید. ممنونم. بی نهایت از شما سپاسگزارم.